کنم، صدا رو گوش بدم ببینم مال کدوم قسمته. برو پیشین سر ترافیک. اوکی میشم. نیروزای سخت رو ما کم ندیدیم. خیلی عادی بود. باید ببینید چرا اینقدر این قضیه برای تو گنده بود. نمیدونم. بارو ببین چرا اینقدر این قضیه برای تو گنده بود. میگم دقیقاً شبیه یه بوشاق افتادم. در بیار ببین چرا اینقدر برای تو گنده بود. شبیه ظاهر شدن پیش یه آدمیه که خیلی پیشش آبرو داشتم. علاوه بر نواختی یا آخه به شما نشد که نده که شخصیش نکن. شخصیش میکنیم مبت به شما نداشت اصلا. اصلا هیچی ازتون نپرسید. اصلا هیچی نپرسید از شما. فقط به خاطر قضیه جنگ ایرانه که دارم به ایران نمیدم. تموم شد. کمک یه دست برمیاد بگو ببینیم حرف بزنیم صحبت میکنیم. این بنظر من تا اولا دیگه شما رو حساب بده. من پولایی که ثبت نام کردی رو بهتر گردونم. نگران اون پولا نمید. ترکیه یه دونه توریستی وقت بگیر. باش به قول شما کن جواب نه بدم. بذار من کارم کرده باشم. همین بعد آدم امتحان میکنه این برای یک و دو بسا ایران شاید در باید جنگ روز خیلی زیاد فرق بکنه. من فقط میتونه تلاش کنم. همین سلام باشم قربونت. ما خود باش از فکرش بیا بیرون. راحت زیاده پیدا میکنیم. یه چیز دیگه پیدا میکنیم. خدایشا مراقب باش. چرا اینقدر مهم بود برای نمیخواست این قضیه برد تو اصلا به فکر نه نبود بود. برای اینکه به خاطر کلکلیه که با شهر آف داره دیدیه که مرده حتی اینقدر ارزش قائل نمیشه که بگه با وایم نداره. یه دو روز بیشتر وایم میستم توریستی اقدام کنی. نه دیگه برگش گفت نه گفتش که من فکر نکنم بدن. خب خیلی خرجش کمتره. تو چی میخوای آردی که یه بار نشنیدی چی میخوای از دست بدی؟ برمیگردم بهت میگه نه دیگه خرجش خیلی کمتره. اینی که تو بری ایران دوباره بلیت بخری دوباره برگردی اون چه کاریه؟ ایرادش چیه؟ نشنیدنش مگه چیه؟ میگه نه بچه پده سرم من اینجوری. خب آره ولی 500 تا نیست که 300 تا سبرم. خب دیگه میشه 300 تا 100 همونه دیگه. ولی مثلا اینه که تو چیزی از دست نمیدی. اینی که تو بری ایران بسپری دوباره برگردی بیای خیلی بهتره که دوباره ویزا بگیری دوباره هول و بلا بدی دوباره دو روز بیشتر واسه آقا به تو بگیر دیگه. خب دیگه منظورم اینه اون کلکل اونو داره. کلکل اونه. نه ما خوبه بخور نشجانه.
حالا تو سهمی که انجام دادی خیلی بیشتر از سهمت بود یاسو جان. ما یه همچین سهمی رو هیچ وقت از خانواده ندیدیم. همیشه یادت باشه هیچ کی حتی بدرقه ما تو فرودگاه نیومد. ما هیچ به قول معروف شکم در شکمی پیش این و اون نداریم. ما هر کار اگه کسی شعور اینا نداره که بفهمه ما خیلی کار کردیم و یه دست درد نکنه نمیتونه بهمون بگه، این از نفهمیشونه. تازه همون هم تعارف مامان جا فکر نکن میده. بله بهت دارم میگم همونم تعارفه، همونم نمیده. به تو گفت؟ کی گفت؟ اون پرت شهرام، اون فاز شهرامه، اون کله شهرامه که بهش گفته. نه بابا جان اصلا توریستی هم اقدام نکن بابا، بده بول پدر همشون بهم کن بابا. دیدی که برگشتی گو ارمنستان؟ نه من میخوام خوب، حالا تو گفتی که اون شاهین مامان رو میبره، این حرف رو خوب زدی. اون گفت نه من ارمنستان نمی. آره آفری دقیقا، میدونی که هیچ وقت هیچ کس برای ما کاری که نیاز داریم و نمی کنه. بابا ده بابا توریستی چیه؟ خواهی کنه اقام تو برو بخون، تو پرش بکن، بعد آخرستان هم یه توپ بندازم تو صورتت. بیل کن بابا، من چرا برم بخونم؟ به شهرام بگو بره بخون. عروس تو بقول مرو موشو تو در را نمیدن جارو به دومش بست، تو رو را نمیدن اینجا بنده خدا. نه شهرام مثلا سرمایه گذاری نمید باش. آخه اصلا تو سرمایه گذاری برو ببین رات میدن. این میدونی چرا اینقدر براشون گرونه؟ چون اینا هیچ وقت نه نشنیدن. کاری که ما همیشه شنیدیم، ما از تنمون همیشه شنیدیم نه میخوره تو صورتمون، ولی این نه تا حالا اینا نشیدن، واسه همینه به آقا شهرام برخورده. بله خونه خالت، حالا دیدی نه میشنوی هاجی، برای این براشون گرون تمام شده. ما اونجا تو نه نمیشنوی نشنیدن هیچ وقت. اون مرد یه جوری اون آقا زندگی کرده که هیچ وقت از هیچکی نه نشنوه، ولی حالا دولت گذاشت در کونش نشنید حاجی برای اولین بار. بسته اینه مامان جان. برو بابا حسل داری فکر از این خونه خالص تا بگی من میخوام بیام برم ویزا فلانی، میگه او بابا شما فلانی هستی؟ حتما حتما باره بابا. همینه من الان یه حد زد، الان یه خیلیه اصلا کورشو نداره چرا من میلیارد بده و الان میگه نه من نمیام نه من ندارم. بگو ندارم. تو یه بار دیدی تو تلفن بگه من ندارم؟ نه مامان اون مثلا همون 20 میلیارد رو میتونی ازش انتظار داشته باشی داره، واسه همینه میگه تمام زندگی میشه. نه مامان جان بعد دیدی که ما رفتیم تحقیق کردیم گفته که نه وکیله میگیره، واسه همین یاسو هم با وکیله ریخته رو هم. یاسو اینقدر اصرار داره حتما داره این وسط پورسانت میگیره. یکم بابا ایرانی که ما از آدم باهاش در میافتن اگه بابا. اینه اون چیزایی که هیچ کس نمی کنه، هیچ کس نمی کنه. بلش کن اصلا در مورد توریستی هم ازت پرسی بگو نه رفتم نگاه کردم دیدم توریستی هم به کسی فعلا نیست.
با خودت اونجایی که من احتیاج دارم آقا پاشو برو فلان جا، میگه نه من اونجا نمیرم. باش مادر من اینقدر بنده خدا دلش پاکه که راحت برای خودش ویزا میره. آها میره شاهین گاوم، میره شاهین گاوم، میره همونی که فکر بکنه افسانه میخواد اونو ببره به تیریش قباش بر میخوره و میبره. بعد دستم بگه تو چرا هیچکی برای من اقدام نکرد دیگه، چرا تو شادی برای این اقدام کرد برای من اقدام نکرد. از زن خود شد یاره. آره این سوالیه که شهرام پرسیده از این، چرا اینقدر یاسو اصرار داره که تو بری؟ این حرف افسانه نیست، این حرف شهرام. من بذار چی میگم، تمام این سفر رو این کنده برای این اومد که همین لحظه ها رو ببینه. بعد شما ها هم تو هم افسانه بنده خدا فکر کرده و میخواد حمایت کنه. من با اینا زندگی کردم یا سجا اینا خانواده حسین زادن، من مرده رو مثل کف دستم میشناسم، من تمام حرکتاشو میشناسم. اینی که ازش اون دفعه پرسیدی که آقا شهرام میاد، پری روز چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ من همه جاسم فقط برای اینکه دو فردای دیگه سرش نشکنه، که چون اصلا براش مثل روز روشن بود که افسانه نمیره، چون اصلا به ما اعتماد نداره، چاقوی که یا میسازه دسته نداره. من اون کار رو نخواهد کرد. دیده که برای فکر یه بار پرسیدی اصلا از یاسو که چرا اینقدر اصرار داره؟ اضافه داری. برای اینکه هیچ کس این کارو نمی کنه. من به تو گفتم بودم یه لحظه جا رو عوض کن، اگه این آدم اینجا بود یه قدم برای ما بر می داشت، یه کار برای ما می کرد. نه هیچ وقت نیست. مگه ایران کم این آدم از دستش کار برمی اومد و نکرد؟ ما خریم که یادمون، ما یادمون. نه منم هستم، من نمیری من را سه شبه نمیتونم بخوابم. یه کاری کنم افسانه بیرم، یه کاری کنم بیفته، یه کاری کنم. خب هر آدمی دلش کس میخواد دیگه یاسو جان، چه حرفیه میزنی؟ ما کس نداریم، ما بی کسیم، ما همیشه بی کس، ما همیشه بی کس بودیم. بسه کس باشتنه دیگه، هیچ وقت هیچ کس کس ما نبود، هیچ کس کس ما نه. به خاطر همین اخلاقا نمون
شماره حساب بده به من. تو مگه شماره حساب منو نداری؟ تو اگه بخوای پول بدی باید شماره حساب بهت بدم. شماره حساب رو باید بهت بدم مگه؟ برو حساب کن پول دیگه. دوباره ما زیاد چسبیدیم دیگه. دوباره با فاصله شهرام. اون موقع امروز شهرام اینقدر ریده شده بود که براش اینقدر جا افتاده باشه ریدن که به این نتیجه برسه که آقا شاید من ریده شدم این آدم راست شاید هم نه شاید با این جور کن بابا من بالا دست بودم اون من یک عمر ریده بودم که الان واسه این گرون براش تموم شده. آقا شهرام اون آدم الان برمیگرده از من میبوسته از نورتو پرسیدی چرا آقای اینقدر میخواد که تو بری آمریکا. بله من یه هم بهش ریده